اما از ایران، دو هفته پس از تغییر سالن نشست مطبوعاتی وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی که گفته شد به دلیل وجود عکس قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بر دیوار بوده، مهدی هنردوست مدیر کل تشریفات وزارت خارجه برکنار و محسن مرتضایی فر به جای او انتخاب شد. مرتضایی فر پسر محمود مرتضایی فر مجری سابق مراسم نماز جمعه است که وزیر شعار خونده میشه. وزارت خارجه ایران گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در مورد جابجایی مدیر کل تشریفات وزارت خارجه رو رد کرده و گفته بازنشستگیش دلیل این جابجایی بوده. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول با ما همراه شده. آقای کاظمی، وزارت خارجه از اول همین رو رد کرد که حتی جابجایی به دلیل بودن عکس قاسم سلیمانی به دیوار بوده باشه، اما همچنان این برکناری هم داره تعبیر به این میشه که به اون دلیل بوده. چرا با وجود اینکه وزارت خارجه رد میکنه، همچنان گمانه‌ها بر اون سمته که دلیل همون عکس قاسم سلیمانیه؟ هم این جابجایی و همون بیانیه وزارت خارجه برای کاستن از حجم رسوایی که رخ داده. خب همون روز وزارت خارجه اعلام کرد که به دلیل نقص فنی سالن جابجا شده، اما همان زمان هم رسانه‌های داخلی هم خبرنگار جامعه جمع که وابسته به صدا و سیماست اعلام کرد که دلیل این جابجایی محل کنفرانس صرفا عکس قاسم سلیمانی بوده. الان هم جابجایی آقای هنردوست با آقای مرتضایی فر برای اینه که خب آقای امیر عبداللهی هم نمیخواد مسئولیت این رسوایی رو بپذیره و احتمالاً مسئولیت رو به گردن فرد دیگری بندازه. حتی امروز هم که وزارت خارجه اعلام کرده که این جابجایی ارتباطی به اون جلسه نداشته و آقای هنردوست بازنشسته شده، اما رسانه‌های داخل ایران خبری رو منتشر کردن مبنی بر این که آقای هنردوست به زودی به یکی از دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور منتقل میشه. اما چرا میگم رسوایی؟ به دلیل اینکه خب در سابقه روابط سال‌های اخیر جمهوری اسلامی و عربستان مسائل جالبی از علی خامنه ای عربستان رو گاو شیرده غرب خونده بود. در یک سخنرانی صراحتا حکومت عربستان رو بدترین حکومت منطقه نامیده بود و از سوی دیگر قول داده بودند و قرار بود که طبق رجزهایی که میخوندن روی پرچم سبز عربستان سعودی نام امام اول شیعیان رو درج بکنند. و از طرف دیگه خب میدونیم قاسم سلیمانی که بود، کسی که در یمن با عربستان جنگیده، در سوریه جنگیده، حتی زمانی که قاسم سلیمانی به توسط آمریکا کشته شد، برخی مسئولین سپاه پاسداران عربستان سعودی رو یکی از متهمان کشته شدن رو میدونستن، میخواستن انتقام سخت بگیرن. همین الان هر روز اخباری منتشر میکنن که دادگاه محاکمه متهمان کشته شدن او رو برگزار میکنیم، اما برای جلب رضایت وزیر خارجه همون بدترین حکومت منطقه مجبور شدن که سالن رو جابجا کنند که حتی عکسی از بنیانگذار جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی در اون نباشه. حجم اینها و اینکه جمهوری اسلامی هرگاه به خطر میفته و به قول علی خامنه‌ای نرمش قهرمانانه میکنه، اما در واقع یک ذلتی رو میپذیره، رسوایی به بار آورده. حالا با این جابجایی ها و این مسائل میخوان از میزان این رسوایی و قبول مسئولیتش شانه خالی کنند. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول، سپاسگزارم از شما.